سلام به دوستان عزیزم، امیدوارم که خوب و خوش باشید. به کانال خودتون آشپزخانه فریبا خیلی خوش اومدید. امروز با آموزش آش گندم در خدمتتون هستم، امیدوارم که خوشتون بیاد. میریم سراغ موادی که نیاز داریم. احتیاج داریم به 2 لیوان گندم پوست کنده، 1 لیوان لوبیا چیتی، 1/2 لیوان نخود، 1 لیوان عدس، 0.5 کیلوگرم سبزی آش که شامل تره، جعفری، گشنیز و اسفناج هست، 1 عدد پیاز بزرگ، 3 قاشق غذاخوری نعناع خشک و ادویه هامون شامل 1 قاشق غذاخوری زردچوبه، 1 قاشق چای خوری فلفل سیاه و به میزان لازم نمک. دوستان، نخود و لوبیا رو از 24 ساعت قبل داخل آب سرد خیس می‌کنیم و در این بین چندین بار آبش رو عوض می‌کنیم و الان اونها رو داخل قابلمه جداگانه با مقداری آب و کمی نمک می‌ذاریم تا بپزه. بعد اونها رو آبکش می‌کنیم و کنار می‌گذاریم. دوستان، یه دونه پیاز بزرگ داشتیم که اون رو به صورت نگینی خورد میکنیم و با 2-3 قاشق روغن اون رو تفت میدیم تا نیمه طلایی بشه. خب، بعد از اینکه پیازداغمون آماده شد و به این صورت حالت نیمه طلایی پیدا کرد، نوبت این رسیده که زردچوبه و فلفل رو داخل قابلمه می‌ریزیم و به همراه پیازداغمون اونها رو هم حدود 1 دقیقه تفت میدیم تا بوی خامی ادویه هامون هم گرفته بشه. بعد از اینکه ادویه ها رو هم تفت دادیم، 1/2 از پیازداغمون رو برمیداریم برای آخر کارمون. خب، حالا 2 لیتر آب رو به قابلمه‌مون اضافه میکنیم. شعله اجاق گاز رو زیاد میکنیم و میذاریم که آب به جوش بیاد و گندمی رو که داشتیم، 2 لیوان گندم پوست کندمون رو توی این مرحله اضافه میکنیم و میذاریم تا حدود 1 ساعت کاملا بجوشه و یه مقداری لعاب بندازه. خب، آب قابلمه به جوش اومد و گندم ها دارن پخته میشن. فقط یه مطلب رو خدمتتون بگم، اگر که آب قابلمه کم شد و احتیاج بود که آب به اون اضافه کنید، فقط آب در حال جوش به اون اضافه کنید، به هیچ وجه آب سرد اضافه نکنید. خب، میذاریم تا 1 ساعت گندم ها پخته بشن. خب دوستان، حدود 1 ساعت گذشت و گندم ها یه مقدار پخته شدن و یک مقدار خیلی کمی هم لعاب پس دادن. حالا نوبت اضافه کردن عدسمون میرسه. 1 لیوان عدس داشتیم که اون رو 1 ساعت داخل آب خیس میکنیم. بعد از 1 ساعت آب اون رو خالی میکنیم، دور میریزیم و توی این مرحله به آشمون اضافه میکنیم و همزمان نخود و لوبیایی رو که از قبل پخته بودیم و کنار گذاشته بودیم رو داخل قابلمه می‌ریزیم. یک همه کوچولو می‌زنیم. می‌ذاریم حدود 20 دقیقه دیگه مواد با هم دیگه قل بخورن و بپزن. خب دوستان عزیز، برگشتیم، حبوباتمون با همدیگه قل خوردن و پخته شدن. حالا نوبت اضافه کردن سبزی آشمون میرسه. سبزی رو هم اضافه میکنیم. و همینطور نمک آش رو حالا یه هم میزنیم.
خب در قابلمه رو به صورت نیمه باز روی اون قرار میدیم و میذاریم برای نیم ساعت دیگه آشمون بپزه. خب نیم ساعت دیگه هم گذشت و آشمون توی این مرحله به این صورت در اومده. حالا نصفی از پیازهایی رو که سرخ کرده بودیم و کنار گذاشته بودیم رو الان داخل قابلمه‌مون اضافه میکنیم. یه همه کوچولو میزنیم. حالا سه قاشق نعنا خشکمون رو به صورت نعنا داغ درست میکنیم و اضافه میکنیم. این نعنا داغ و پیاز داغ عطر فوق‌العاده‌ای به آشمون میده. خب حالا اون رو کاملا هم میزنیم و میذاریم که آشمون برای نیم ساعت دیگه تا سه رو به دیگه حسابی جا بیفته. بعد از اون بر میگردم و فیلم میگیرم. خب دوستان عزیزم، آش گندممون هم آماده شد. همونطور که میبینید حسابی جا افتاده و زیبا خوش رنگ و لعاب شده، جای همگی شما دوستان عزیز خالی. این آش خوشمزه رو میتونید به همراه کشک نوش جون کنید. خب من این آش رو داخل یک ظرف سرو میکنم و خدمتتون نشون میدم. عزیزم، آش گندممون هم آماده شد و من اون رو داخل این ظرف سرو میکنم و روی اون رو با کشک، نعنا داغ و پیاز داغ تزیین کردم و تقدیم میکنم به همه شما عزیزان. امیدوارم که این آش خوشمزه رو آماده کنید و در کنار دوستان و عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. لطفاً برنامه های من رو بین دوستان و آشنایانتون به اشتراک بگذارید و لطفاً سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. تا یک برنامه دیگه و یک غذای دیگه، خدا نگهدار.